کتاب احیای پیام پنتیکاس فصل دوم، مقصود خدا در طی اعصار، متی 11:27، غلاطیان 1:15-16، فیلیپیان 3:8-10، افسوسیان 1:9-10. عبارت همه چیز در مسیح که در افسوسیان 1:10 مذکور است تفکر ما را تحت تأثیر قرار می دهد. آیات فوق خود گویای مطلب هستند. وقتی به گوش جان و روح کلمات آسمانی این آیات را می شنویم، احساس می کنیم معنا، ارزش و محتوای عمیقی در آنها نهفته است. گویی پا به حریم قلمرو نوینی نهاده ایم که مملو از عجایب ناشناخته ایست که باید آنها را کشف نمود. در آستانه درگاه این قلمرو با عبارتی مواجه می شویم که لحظه به لحظه گام های ما در آن محاسبه شده است. اگر احیانا پیش خودمان این تصور را داریم که چیزی می دانیم، ناگهان این جمله تکان دهنده ما را از خیالاتمان خارج می کند. کسی پسر را نمی شناسد جز پدر. متی 11:27. شاید آن زمان فکر می کردیم که چیزهایی درباره خداوند عیسی می دانیم، ولی در کلام خدا آمده که کسی پسر را نمی شناسد به جز پدر. وقتی با این واقعیت مواجه می شویم، در می یابیم که در پیش روی من سرزمینی است که ما را یارای نفوذ و دخول بدان نیست. پس از کشف این واقعیت تکان دهنده که انسان به وسیله طبیعت مادی هرگز نمی تواند به معرفت عیسی خداوند نائل شود، با واقعیت دیگر رو در رو می گردیم. خدا رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد. با وجودی که تنها خداست که پسرش را می شناسد، ولی همین خدا از صمیم قلب می خواهد که او را بر ما آشکار سازد. این برای ما فرصتی مقتنم است، زیرا شناخت ما از مسیح تماما به فیض خدا و عطای آن از جانب وی بستگی دارد و به اعتباری همه استعدادها و توانایی‌های انسانی در این میان ناکارآمد هستند. در هنگام خواندن این دو عبارت، پولس را در آن هنگام که سولوس نامیده می شد و نیز بعدها که به عنوان پولس رسول مشهور شد، در مد نظر قرار دهید تا بهتر بتوانید به مفهوم این آیات پی ببرید. سولوس شخصی بود که خود را در میان قوم اسرائیل استاد و معلم کلام خدا می دانست و مطمئن بود که خدا را می شناسد. ولی بعد دریافت که هیچ یک از دانسته هایش در حیطه معرفت مسیح ارزش ندارد و او تا کنون به طور کامل نابینا، جاهل، درمانده و به کل ناکارآمد است و حتی برای یافتن سر سوزنی شناخت به فیض خدا محتاج است. به همین خاطر خیشتن را فروتن ساخت و با خضوع تمام گفت: خدا رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد. این معنای فیض است. موضوع فصول این کتاب و اساساً پیام پنتیکاس این است که ما متوجه آن پوری خدا بشویم که در پسرش ساکن گردیده و به مقصود او که همانا شناسانیدن پسرش به ما به واسطه فیض است پی ببریم. به مسئله مکاشفه پولس از مسیح بازگردیم. ما در اینجا قصد مقایسه میان رسولان را نداریم. با این حال فکر می‌کنم با جرأت و قطعیت می‌توان گفت که پولس بیش از هر رسول دیگری مسیح را شناخته و او را تفسیر و تشریح نموده است. وقتی پولس را به عنوان مفسر و کسی که ما را به اسرار مسیح رهنمون می‌شود می‌پذیریم، متوجه می‌شویم که چطور گفتش عملاً در او جسم پوشیده و بروز یافته است. این خود وجود شخص است که ما را به درک کاملتری از مسیح نائل می سازد، نه گفته های او. آنچه که می خواهم در این رابطه مورد توجه قرار دهیم، مکاشفه و ادراک روزافزون پولس از مسیح است. در مورد رشد و بالندگی مکاشفه پولس نمی توان شک کرد. در آغاز خدا رضا بدین داده بود که پسرش را بر او آشکار سازد، ولی در آخر گویی که او درباره مسیح هیچ نمی داند. او به این مرحله از شناخت رسید که مسیح بیکران در ورای پندار و تفکر وی است و به همین خاطر لب به استغاثه گشود تا مسیح را دریابم. این کیست که پولس برای شناختنش آه می کشد. متی 3:17. ماهیت حیات جاودانی ما. به اعتقاد من ماهیت حیات جاودانی ما در کشف و شناخت من از مسیح نهفته است. به هیچ وجه فکر نمی کنم که ما بلا فاصله به شناخت کاملی از مسیح نائل خواهیم شد، بلکه معتقدم ما باید در شناخت او ادامه دهیم و او را در طول زمان کشف نماییم. آنچه پولس و خدمت پولس را زنده نگه می داشت، مکاشفه روبه رشد و فزاینده او از مسیح بود.
او هیچ وقت به نقطه ای نرسید که تصور کند دیگر همه چیز را می داند و همیشه چیز بیشتری برای دانستن و شناختن وجود دارد. زندگی پولس مصداق این گفته است که من هنوز هیچ نمی دانم، اما با چشم روح چیزهایی به طور مبهم می بینم، یعنی مسیح بزرگی که تا ابد مرا حفظ می کند. در ابتدا پولس با برداشت و استنباط یهودی به مسائل می نگریست. البته بیان ماهیت این برداشت کاریست غیر ممکن. ولی آنچه مسلم است این که برداشتی محدود بود، ماشیه یهود نماینده ملکوت یا پادشاهی زمین و موقتی بود که قرار بود در این ملکوت قوم اسرائیل از امتیازاتی موقتی در زمین بهره‌مند شود. از اینجا ما شناخت مسیح را دوشادوش پولس شروع می کنیم. با مطالعه اناجیل خصوصاً انجیل متا در می‌یابیم که منظور اناجیل تا آنجایی که به ایمانداران یهودی مربوط می‌شود نشان دادن سه کاری است که مسیح انجام داده است. یک، مسیح اعتقادات ایشان را در مورد ماشیه تصحیح نمود. دو، او عالی‌ترین امیدهایی که ایشان می‌توانستند به ماشیه داشته باشند را تحقق بخشید. سه، او بسیار فراتر و متعالی‌تر از آن چیزی بود که یهود می‌پنداشت. باید این نکته را به خاطر بسپاریم که اناجیل صرفاً با این نیت نوشته نشدند تا بی ایمانان را مجاب کنند، بلکه این اناجیل برای ایمانداران هم نوشته شدند تا با تفسیر آن ایمان مؤمنین تقویت شود و امیدی تازه بیابند. انجیل متا با این نیت نوشته شد تا ایمان به مسیح را با نشان دادن نکات زیل تفسیر و تأیید کنند. یک، اینکه ماهیت واقعی مسیح چیست؟ دو، اینکه واقعاً او برای چه آمد؟ سه، و اینکه ایمانداران بتوانند به وسیله او برداشت و تلقی خیش از مسیح را اصلاح کنند و با مسیح حقیقی مطابقت دهند. این نوشته ها نشان می دهند که مسیح متعالی ترین امیدهایی را که مردم به مسیح داشتند تحقق بخشیده و حتی از همه آنها هم فراتر رفته است. پولس اناجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا را تفسیر می کند و از مسیح تصویر شخصی را ارائه می کند که همه امیدها در او جامعه عمل پوشیده است. آیا آنها انتظار برقراری ملکوتی زمینی داشتند؟ مسیح برایشان کار بی نهایت بهتر انجام داده بود، یعنی نجات ابدی و حیات جاودانی را نصیبشان ساخته بود. او نه تنها ایشان را از سلطه اقتدار مردم، بلکه از چنگال همه نیروهای شیطانی جهان رهانیده بود و ما را از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت. کلسیان 1:13. اکنون می توانیم گوشه ای از این رهایی از تهدیدات دشمن را مشاهده کنیم. پولس برای آنان مسیح را با مفهومی عمیق‌تر و کامل‌تر تفسیر کرد. خود او زمانی که آشنایش با عیسی شروع شد، تفکرش هم سطح یهودیان عصر خودش بود و در مورد مسیح همان تفکراتی را داشت که دیگران داشتند. سولوس ترسوسی هرگز باور نداشت که عیسی همان ماشیه باشد. این مطلب بیشتر ما را از برداشت و تلقی پولس مطلع می سازد. به اعتقاد پولس عیسی شیادی بیش نبود. به همین علت واجب بود که دست کم دو چیز را بیاموزد. یکی اینکه عیسی ناصری همان ماشیه یا مسیح است. دو اینکه عیسی فراتر از هر تلقی یهود از ماشیه، فراتر از اعتقادات و باورهای شخصی او، و فراتر از همه انتظارات و آمال او در مورد مسیح است. او به فیض خدا به این مکاشفه نائل آمد تا بدینجا به برداشت تلقی روبرشت پولس رسول از مسیح و این مطلب که این رشد در زندگیش نمود عینی یافت پرداختیم. نخست دیدیم که پولس که خود یهودی بود دیدگاهی محدود از مسیح داشت. سپس دیدیم چگونه خدا با مکاشفه‌ای که در راه دمشق به پولس داد این دیدگاه محدود را از بین برد. این اتفاق عظیم سرآغاز شناخت روزافزون پولس از مسیح گشت. برای وی مسیح دیگر یک شخصیت تاریخی صرف نیست که در زمان محدود باشد، بلکه او پسر ازلی و ابدی خداست. مکاشفات بیشتر پولس را به این واقعیت واقف نمود که از آن تحت عنوان مقصود خدا یعنی مشیت الهی یاد کرده است. این مشیت الهی هم به کل جهان هستی مربوط می شود و هم به فرد انسان ها و هر دو را در پسر خدا جمع می کند. افسوسیان 1:10. مقصود خدا در طی دوران.
وقتی به مشیت الهی نیک مینگریم متوجه میشویم که خدا برای دوران و اعصار مسیری مستقیم در نظر نگرفت تا طی این مسیر تدریجا به شناسانیدن پسرش به بنی آدم مبادرت ورزد تا جایی که زمان به کمال رسد و پسر خدا پا به عرصه زمان نهد. مقصود خدا از مراتب و مراحل متعددی تشکیل شده بود که در طول زمان این مراحل رشد و پیشرفت می‌یافت، ولی همه مراحل در ارتباط با پسر خدا بود. ذات الوهیت در مشیت الهی خود از ازل تا ابد برای تمام دوره‌ها و عصرها نقشه‌ای طرح کرد و در این نقشه همه چیز به وضوح تشریح گردیده است. هدف این بوده که به تدریج پسر خدا آشکار گردد و کل جهان به معرفت کامل وی نایل شود. گسستگی در مسیر. خدا به واسطه پیشدانی خیش می دانست انسانی که آفریده در مقطعی مشخص از زمان سقوط خواهد کرد و می دانست که این به معنای دوره جدایی و وقفه طولانی در نقشه ازلیش است و به همین دلیل باید تدارکی می دید. خدا در ازل مقدمات کامل نقشه نجات را فراهم کرد و پیش از بنیاد عالم برای خدا را ذبح نمود. بدین ترتیب دنیای کنونی به دوره های ذیل تقسیم شد. 1. دوره پیش از شریعت. 2. دوره شریعت تا ظهور مسیح. 3. دوره استقرار کلیسا. در این نقشه الهی سقوط و گناه انسان را مشاهده می کنیم که شکافی در نقشه الهی ایجاد کرده و کل روایت نجات را می توان در این شکاف مشاهده نمود. مسیح بر روی این شکاف پلی زد تا مقصود ازلی خدا را به تحقق آن در ابدیت پیوند بزند. او به شباهت انسان گناهکار به زمین آمد در صورتی که هیچ گناهی نداشت و برای رستگاری انسان بر شکاف ایستاد و یک بار دیگر مسیر را برای رسیدن به مقصود ازلی خدا هموار نمود. دوره های کنونی به دلیل ضرورت به وجود آمده اند. لذا به این واقعیت می رسیم که خواست خدا بوده که مکاشفه و درک آدمی از ذات وی به صورت پیش رونده و در طی دوران و اعصار متوالی صورت بگیرد. اگر آدم در باغ عدن از آزمایش سربلند بیرون می آمد و سقوط نمی کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ مطمئناً او در شناخت و معرفت و درک خیش از خدا رشد می کرد. خدا مراحل متعددی از شناخت فزاینده و روزافزون خیش فراهم کرده بود تا با توجه به ذات بیکران وی در میابیم که این شناخت را نهایت و محدودیتی نیست. روی سخن ما با تک تک افراد نیست، بلکه انسان را در جمع در نظر میگیریم. این خواست و اراده خدا برای انسان بوده و هست که باید شکاف موجود را با برنامه نجاتی که خدا مهیا کرده پر کرده و از روی آن پل زده به سوی شناخت کامل، فزاینده و پیشرونده خدا حرکت کرد. البته ادراک کامل از خدا محال است، چرا که زمانی به بلندی ابدیت می طلبد تا انسان به شناخت کامل خدا برسد. تمامی پوری در مسیح ساکن است، آن همچه پوری عظیمی. از کلیسا انتظار می رود که مسیح را آشکار کند. تنها ابدیت می تواند ماهیت مسیح را مکشوف سازد. این آیه را به یاد بیاورید. کسی پسر را نمی شناسد به جز پدر. در اینجا تنها مسئله شناسایی مطرح نیست، بلکه بر نکته تأکید وجود دارد که مسیح به خاطرش در تاریخ جهان هستی ظاهر شد. در این میان تمامیت وجود او مطرح می باشد. خدا می خواهد که ما به فهم و درک تازه‌ای از پسرش عیسی مسیح نائل شویم. این درک تنها راه تعالی، رستگاری و رسیدن به کمال است، چرا که باید به شباهت او درآییم. ما در مسیح تجسم افکار خدا را در یک موجود یعنی انسان شاهد هستیم. انسان ظاهر کننده فکر خداست، چرا که در ابتدا او را به صورت و موافق شبیه خود در ذهن خیش ترسیم نمود. خلاصه کلام این که خدا فکر می کند. من و شما هم مطابق با سرشت و خمیره روانی خود فکر می کنیم. ما همانگونه که عمل می کنیم فکر می کنیم و افکار ما بیانگر طبیعت ماست. زیرا چنان که در دل خود فکر می کند، خود او همچنان است. امثال 23:7. فکر جوهره وجودی انسان است. خدا هم فکر می کند و این افکار جوهره او را تشکیل می دهند. افکار خدا نشان می دهند که خدا شبیه چیست؟ به چه می اندیشد و ماهیت او چیست؟ افکار خدا به سمت هدفی معطوفند که انسان نامیده می شود و همین خاطر است که انسان بایستی تجلیگاه یا مظهر زنده افکار خدا باشد.
از طرفی وجود انسان را از خواسته هایش می توان باز شناخت. ما خواسته های من را با امیال و گرایش ها، اولویت ها و هر آنچه که به نظرتان خوب است تطبیق می دهیم و در واقع خواسته های ما بیانگر وجود ماست. خواسته های خدا نیز بیانگر سرشت و ماهیت وجودی اوست. خدا مشتاق انسانی است که خواسته هایش با خواسته های وی و نیز تفکراتش با تفکرات وی یکی باشد، یعنی در یک جمله با خدا همدل باشد. خواست خدا. خواست و اراده ما همیشه به ما خیانت می کند. در واقع اراده ما بیانگر همه آن چیزهایی است که به دنبالشان هستیم و نیز بیانگر معنای وجودی ما و خواسته ها و نیات درونی ماست. همین امر در مورد خدا نیز صادق است. خدا هم خواستی دارد و خواست او این است که انسان طالب سرشت الهی، یعنی جوهر ذات الهی باشد. خدا ارادهش را تماماً بر انسان معطوف نموده است. وظیفه انسان این است که اراده خدا را جامعه عمل بپوشاند و این اراده در زندگی شخصیش نمود عینی پیدا کند. اراده خدا برای انسان این است که او در اراده خدا و به واسطه اراده خدا زیست نماید. بنا بود مخلوقی که انسان نامیده شده از لحاظ روحانی و اخلاقی شبیه خدا باشد. این شباهت به معنای شراکت در الوهیت خدا نبود، بلکه به معنی دارا بودن طبیعت اخلاقی خدا بود. خدا طبیعت روحانیش را در فکر قلب و اراده انسان نهاد و بعد از آن بود که فکر خدا آرامی گرفت و او به مقصودش رسید. پیام پنتیکاست هم همین است. خدا اراده کرده بود که انسان بارور و کثیر شود و زمین را پر سازد، یعنی از لحاظ روحانی و اخلاقی به حدی از رشد برسد که بر تمام حیطه‌های روحانی احاطه پیدا کند و جهان را پر سازد. قلمرو اصول اخلاقی فراتر از حیطه فردی است. دروغ و شیوع فراگیرش مؤید این واقعیت است. به راحتی می توان مشاهده نمود که چرا شیطان در صدد تسخیر آدمی برآمد و چرا از شیوهی بهره گرفت که همه ما از آن اطلاع داریم. گویی شیطان به انسان گفت فکر خواست خدا را کنار بگذار و فکر و خواست مرا بپذیر. چند قرن بعد حاصل کار چه بود؟ این مسئله از یک نفر به سر تا سر عالم سرایت نمود. علاوه بر حضور فراگیر خدا در عالم، امیال و احساسات و افکار دیگری هم هست که در تقابل با خدا قرار دارد. در نظر گرفتن گزینه دیگر، اگر انسان نسبت به افکار، امیال و اراده خدا صادق می‌ماند، اکنون کل جهان هستی تجلیگاه افکار، امیال و اراده خدا بود. واقعاً که چه دنیایی می‌شد؟ ولی در عوض اکنون چه داریم؟ ملغمه ای که وجود هزار سازمان، چون سازمان ملل متحد هم قادر به کنترل و حفظ صلح و آرامش در آن نیستند. انسان انان اختیار خیش را به شیطان سپرده، نسبت به خدا عصیان ورزیده و سرنوشت شومی انتظار او را می کشد. زمانی که کلیسا رو بوده و کاسه صبر و خیشتنداری خدا لبریز شود، آن وقت تمام خلقت مانند تودهی متورم متلاشی خواهد شد. فکر خدا در مورد انسان این است که خود را از طریق وی در سراسر عالم ظاهر سازد، ولی انسان و کل خلقت بر ضد خدا عمل می کنند و به جای خدا خیشتن را ظاهر می سازند و این ابراز وجود را تا به آخر ادامه می دهند و این تفکر یا خواست خدا نیست، بلکه صرفاً افسار، گسیختگی و هرج و مرج است. حساب ما مسیحیان از این خلقت در حال فروپاشی جداست. ما در مسیح هستیم و به واسطه او به نیت اولیه خدا دست می یابیم. در مسیح ما افکار، اراده و امیال خدا را به طور کامل ظاهر می سازیم و در او خلقت تازه‌ای هستیم که سوای خلقت کهنه و فرتوت دنیاست. به شباهت مسیح در آمدن ذاتاً عملی اخلاقی و روحانی است. ما باید در سرتاسر زندگیمان از روح القدس یاد بگیریم که چگونه مطابق میل و فکر خدا زیست نماییم. این خصیصه باید در هر مرد و زن خدا مصداق پیدا کند. مقصود خدا در آغاز آفرینش این بود که آدمیان به عنوان مخلوقاتی واحد و یک پارچه جوهره وجودش را ظاهر سازند و تجلیگاه ذات وی باشند. منظور خدا به الوهیت رساندن انسان نبود، بلکه می‌خواست جوهر اخلاقی و فکری انسان مطابق با افکار و امیال خودش باشد و این همان چیزی است که ما در مسیح می‌بینیم.
پولس مسیح را به عنوان کسی توصیف می کند که صورت خدا، نور و تمامی پوری الوهیت را ظاهر ساخته است. مسیح تجلی صورت خداست و این تجلی شامل صورت اخلاقی خدا نیز می شود. او برای ما نمونه ای گذاشت. در کل خلقت به جز مسیح هیچ چیز دیگری نمی توانیم بیابیم که با خدا مطابقت داشته باشد. زمانی می رسد که مسیح در همه چیز متجلی شود و جوهره اخلاقی و روحانی مسیح بر هر واحد از این عالم تسلط داشته باشد. جماعتی که از حد شمارش خارجند به شباهت مسیح در خواهند آمد، به صورتی که وقتی به آنها بنگرید، به جز مشابهت روحانی به مسیح چیز دیگری در آنها دیده نمی شود.